بینندوی عزیز سلام، خوشحال هستم که بازم روز آشپزی ما فرا رسید و ما و شما بازم در آشپزخانه یک جای هستیم و در ضمن نزدیک یک چیز خوب پخته میکنیم، قصه خود هم رد و بدل میکنیم و حکایت ها رو میکنیم و جریان یک هفته را که چگونه گذشته با هم در میان میگذاریم. این هفته آخر هفته بهترین آخر هفته را من داشتم و تعداد مسیج ها در مسنجر فیسبوکم، در تلفن خانه، در تلفن خودم اینا به اندازه زیاد بود که من از خوشحالی نزدیک از بال بکشم و من از شما بسیار بسیار تشکر میکنم. پیش از اینکه به کار خود شروع کنم، اول از همه براتون میگم که بسیار زیاد تشکر از محبت ها، از رفاقت، از دوستی، از برادری، از همه چیزی که شما با ما در میان میگذارین. من بسیار زیاد خوشحال هستم. پروگرام امروز ما دو پیازه کامل است که ما تمام موادی که مربوط دو پیازه میشه بر شما نشان میدیم. من میفهمم که همه خانم ها بهتر از ما آشپزی را بلد هستند اینا، اما من با شوخی و خوشحالی و با تجربه که دارم، با فکرهایی که در سر خود دارم در برابر خانم های افغان، میخوایم که همه چیز امرایشان تقسیم کنم. از او خاطر من هیچ وقت خود بهتر از شما نمیبینم، بلکه پایانتر خاک پای همتان میبینم. اما بازم من میخوایم که موسی طریق آشپزی خود یا چیزایی که مختی من برای شما نشان بتم، شاید به دردتان بخوره، شاید هم نخوره. برحال مواد دو پیازه عبارت از گوشت گوسفند استخواندار است 4 کیلو، دال نخود 2 کیلو، پیاز دو رنگ، یعنی به خاطر دو پیازه میگن که دو پیاز دو رنگ پیاز در این موجود است که پیاز سرخ و پیاز سفید است، 2 قاشق زردچوبه، 1 قاشق نمک، 2 قاشق مرچ سیاه، قدر سیر و همتو 3 عدد پیاز سفید برای پختن گوشت. اینال ما میخواییم که این گوشت گوسفند ببریم و بعد دیگ پرتیم تا شما را نشان بدیم که ما از کجا شروع میکنیم و دو پیازه چه قسم پخته میشه. دیگه در سر منقل میمانیم و درجهش را زیاد میکنیم، در بین دیگه هم قدر روغن هم اندازیم تا که روغن کمی گرم شوه. من باید براتون یادآور شوم که ژیلا جان دختر تیم ملی ما از سان فرانسیسکو امریکا بر من تلفن کرده بود که بسیار باعث خوشی من شده بود. ژیلا جان قند گلم، بسیار تشکر. قصه های 37 ساله ما در 2 ساعت کردیم، همه جریاناتی که در زندگی های ما گذشته بود برای یکی دیگر رد و بدل کردیم و او هم سلام های زیاد به همه دخترها و پسرهای تیم باسکتبال و فوتبال و والیبال و اینایی که ما میشناختیم تقدیم داشت که من پیامش را به شما تقدیم کردم. حالا میاییم پس دوباره به سر دیگ خود. روغن قدر گرم شده و گوشت شوشته شده و توته شده را ما به دیگ مندازیم. و اولین کاری که میکنیم خود گوشت با روغن کمی سرخ میکنیم که تا گوشت از رنگ عادی خود پس شود. این 1-5 دقیقه میگیره. این هم مواد دو پیازه است، گوشت 5 کیلو، شما میتونید هر قدر که خودتون خواسته باشین بگیرین، دال نخود 2 کیلو، روغن به قدر ضرورت، پیاز سرخ 2 کیلو، مرچ سیاه میده 2 قاشق، نمک به قدر ضرورت، پیاز سفید 3 دانه، 1 لیتر یا کمتر یا زیادتر آب جوش برای گوشت، چون همه قدر باشه که آب زیر گوشت نشه، همه قدر آب شما در گوشت تان پردین، سرکه سفید 2 گیلاس، زردچوبه هم 2 قاشق چای خوری، غذاخوری،
فکرتان باشه که مقدار ها به این گوش زیاد نمیفته. بینندای عزیز، پیش از این که دانه خود رو تر کنیم و جدید پردیم، من میخواییم کمی کاغذ دانه خود رو بر شما نشان بدم که در دکانهای ایندی، دکانهای افغان و ایرانی دانه خود به اینی اسم و به اینی خلطه پیدا میشه که سرگردان نشیم. دانه خود خود رو میشویم و به دیگ بندازیم. بینندای عزیز، دانه خود هم شوشتیم، ایرم به دیگ دیگه جدا در جوش مندازیم تا که نرم شود. دانه خود باید نه بسیار نرم نرم شود بشاره و نه بسیار سخت بونه که خوش آدم نیه. باید به یک اندازه بسیار برابر خوب نرم شود که همیش خبرگیرایش باشه. جای دانه خود کلان باشه و آبش هم بسیار باشه. بینندای گل من، دلبرکای، تا وقتی که گوشت سر روغن سرخ میشه یک چند دقیقه میگیرم، از او فرصت استفاده میکنم و پیاز براتون نشان میدم که پیاز چطور با لیمو یا سرکه سفید اخته میکنیم قبلا که یک ساعت دو ساعت بگیره تا وقتی که دیگه چیز آماده میشه یه هم خوب خودش شته میکنه. سرکه سفید اینی بوتلش است که بر کسایی که نمیفهمن و من چون سرکه را زیاد تحمل کرده نمیتونم، از خود آب لیمو را استفاده میکنم که آب لیمو هم دینی قوطی ها سبزش و زردش وجود داره. همینطور شما میتونین از لیموی تازه اگر موجود است استفاده کنیم که لیموها زیاد خشک است، از بازار است و اونقدر آب دخات نداره. از اون خاطر من ترجیح میدم که از آب لیمو استفاده کنم. یک گلاس آب لیمو در یک پیاز خود مندازیم جدا که رنگایشان عیف نشن و همه تا یک گلاس خوبترم به این پیاز سرخ خود مندازیم که اینا را میخواییم که نگاهداری خوب شود تا چند ساعت را که نان ما تیار میشه و قدر هم نمکی کار داره و قدر هم نمکی کار داره. اینا را مکس میکنیم. هیچ چیز دیگه کار ندارن. فعلا ببینیم که پیازا چه خوب توته شده و من همیال بعد از اینکه غم دیگه خود خوردم براتون همیشه در باره سوالایی کرده بودیم در باره خلال زرده که چطور از کدام ماشین کشیدیم براتون مفصل نشان میدم. این شد پیاز سفید ما که در نصف ظرف خود یم اندازیم که در یخچال مانیم و این هم پیاز رنگی ما شد. سعی کنین که چه خوب ریزه است، ریزه شده. ایره هم از ماشین کشیدیم. ببینین که عوض آدم می آید که تنها آدم پیاز در میالتش ببینه. واقعا خوشایند است. به سلاته باشه، به پخت باشه، به هر چیزی که باشه، به لای کبابا باشه، هیچقدر خوب معلوم میشه. ایره هم پالوی از این پیاز رو دیگه به این ظرف بندازیم که اینا را بتانیم سرپوش شپات کنیم. بوی پیاز می آید. اینا را هم در یخچال نگاهداری کنیم تا یک ساعت بره. عزیزای من، ببینید رنگ گوشت گشت. آل وقت از این رسیده که ما درش پیاز و زردچوبه دو قاشق، نمک یک قاشق کفایت نکنه. من میخوام نمک دیگه زیاد باشه. مرچ سیاه و دو دندان سیر. ببینیم حالت عادی سیر اینطور است، اما من از یک دکان به نام وینکو که سوپرمارکت است اتو سیرای کلان کلان یافتم که یک غوزش اینقدر بود و اینقدر خوشم آمد. پوست کردنش بسیار آسان بود و مزهش هم بد نیست، بسیار خوبش بود، بسیار کارم آسان کرد. در ویکند من این سیر گرفتم و دو دانش را نگاه کردم هم برزی. این را شور میتیم که کل مواد با هم یک جای شود. وقتی که یک در دقیقه
با هم یک جا شدن، خوب رنگ کشیدن، باز برش کمی ها و هم اضافه میکنیم. او قدر نیک مثل شروع آواره، اما مقدر آبه که گوشت بتانه در اون نرم شود، پخته شود. بیننده گل من میبینیم دانه های دانه خود کلانتر شده، دو حالت اولی خود کده یکمک جوشیدن و نزدیک پخته هستن. ایره به می حالتش میمانیم که یک چند دقیقه دگام از این حالت خودم کده نرمتر و کلانتر شوند. میاییم به سر دیگ، دیگ میجوشه، ببینید چوب میجوشه و چوب رنگ کشیده. ایره یک شور میدیم، بهترین رنگ کشیده. ایره یک شور میدیم و یک قدر آب درش بندازیم که تا وقتی که گوشت خوب نرم شود آب کافی داشته باشد. قاب نمیدازیم که مثل شروع آواره، مگم همه قاب مندازیم که دیگتان نزده. بیندای گلیم چون من مقدار رک پخته میکنم برای زی دیگ بخور نیست، از او خاطر من همیش دیگ خود به حالت عادی پخته میکنم، وال روی دیگ زرورت میگیرم و سرپوشم میمانم، در سرشم یک سنگ میمانم که خوب نرم شود و یک نیم ساعت تا چند دقیقه را این برارت ملایم متوسط میمانمش که نرم شود. ببینید این هم چالم است که در سر از این هم این سنگ هم میمانم هونگ کنه خوده که این خوب هوا نبرایه و گوشت نرم شود. عزیزای گل من، شما سوال های متعدد در این ویدیوی ما بود بخاطر خلال زردک که من همراه چی زردک خود خلال کرده بودم براتون نشان بدم. انواع و اقسام ماشینا و رنده های زردک و ترکاری ها در بازار یافت میشه، مخصوصا در بازارهای چینایی، تیجی مکس، والمارت، تارگت و تمام جایهای دیگر، راس و همه جایها. اگر شما کم دقت کنین و جایهای آشپزخانه را کم جستجو کنین یا پرسان کنین. من متاسفانه سالها میشه که قوطی های از اینا را وسو انداختیم و اینا را استفاده میکنم. این یک ماشین قوی است اما اندازش کم دبلتر توته میکنم. ببینید به این شکل من توته میکنم، اما این دبلتر از اون چیزی که من توته میکنم توته میکنم، به این اندازه ای توته میکنم که کمی دبلتر از او اندازه است که من براتون نشان دادم. اما این ماشین خردتر است که من هیچ یادم نیست که این از کجا خریدیم و اینا ایرم داره که وقتی که ترکاریتان هر چیزی که بود اگر اندازهش خرد شد مجبور نیستین که شما دستایتان بزنین و تکه تکه کنین، خون کنین، خدای نخواسته. از او خاطر یم از خود داره. اما وقتی که یک زردک یا بادرنگ یک چیز کلانتر است وقت شما ایره نیاز ندارین. من خلال زردک خود از این ماشین کشیده بودم و این بسیار زحمت داره برای از این که کنده شده، از دسته که ما این استفاده کردیم بسیار کند شده و ما اونمو 2 کیلو زردک کلش کشیده بودم، پس همراه دست خود دانه دانه از هم جدا کرده بودم برای از این که این کند شده و این چاره دیگه من ندارم تا که من یک دانه دیگه پیدا کنم. اما من با دست خود هر دانه زردک 6 تا بودم و اینتو توته میکردم که شما دیدین که این خلال زردک با این خلال زردک این تفاوت داره که اگر از پیش عکاسی کنین شما میفهمین که این به این اندازه توته میکنه و این ماشینک به این اندازه توته میکنه. امیدوار هستم این نکات شما توجه کنین و اگر آشپزی خوب میخواین از دقت کار بگیرین. امیدوار هستم که من در این قسمت کمکتان کرده باشم و شما بفهمید که از کدام ماشینا که چه قسم معلوم میشن بتانین براتون پیدا کنین. عزیزای گلم، حالا آمدیم در قسمت همون مرچ مساله داره که بر شما ناحل مانده بود و من معذرت میخوایم که
דפי פשטר, מנת אונסטום כהמישה בלטון תשרי כונו והמישה נשון פתאום, מתנו דפי גוזשתה חוסטום כתריכי חושקדן ויגג'וקדני הנבו ועקסום מורצ'וי מוכתלפה בלטון נשון פתאום, כתקריבן איני זרף מרטבון אז מורצ' פורשו ואי בריאק סולמה קורמיטה. و من نمیخوایم که تمامی مرتبانه که به برای انواع و اقسام غذا کار دارم همیشه مرچ مساله دار جور کنم. بناهن ما بر شما آل نشان میتونم که ما در افغانستان خود مرچ مساله دار زیاد داشتیم، انواع و اقسامش و یکی از نمونایش امی است که امروز ما برتان نشان میتونم. بینندای گل من، من براتون امروز طرز تهیه مرچ مساله دار اصلی کابلی خود میگم که برای او نیاز داریم ما به مرچ سیاه، پودر پیاز، سماق، تخم گشنیج، بعضی ها زیره را هم استفاده میکنه اما بعضی ها خوش نداره و پودر سیر، نمک، چارمغز میده شده و بعضی خال نفر هم چند قدر روغن زیتون هم داشت مندازه که من هم میگم که اصول کی درست است و از کی غلط ما باید همه را رسپکت کنیم و همه مساله ها را استفاده کنیم ببینیم که مزه دان ما چیست ما چی میخواییم اگر به دل ما بود ادامه بدیم استفاده کنیم بسازیم اگر نبود استفاده نکنیم برحال من باید یک قاشق از مرچ سیاه بگیرم و در این ماشین الکوبی در ماشین های کلان مکسر ها من استفاده کردم و اونا زیاد این نشته داره این جگ نشته گگ داره اصلا ماشین کافی است من این ماشین الکوبی میگم و در همه جای یافت میشه این هم در سوپرمارکت هاست و دکان های چینایی یک قاشق مرچ سیاره ما میده میکنیم به این ماشین حال نوبت رسیده به تخم گشنیج یک قاشق هم تخم گشنیج هم میده میکنیم ببینید وقتی اینا رو میده میکنیم مرچ سیاه پودر سیر سماق چارمغز میده وال گشنیچ میده را هم میده میکنیم اینا را همه با هم میده میکنیم بینندای عزیز پیش از این که من این مرچا را با هم گد کنم یک کسی بسیار خوب یادم آمد که یک نفر کوچه به کوچه میگشت و مرچ فروشی میکرد و از امی کار زندگی میکرد هر وقت که میامد صدا میکرد که مرچ مساله دار است او برادر بیکاره نیست و مردم که صدای زیر میشناختن همیشه میبرامدن از خانه خود و میرفتن از پیش از او مرچ میخریدن میفهمیدن که مرچ از او چقدر مرچ مساله دار مزه دار است و او هم حتی یک ترازو با خود نداشت یک کاسگه که کونه همراه خود داشت که دمو یک پاو و نیم پاو خودش میفهمید که چقدر پر کنه و به مردم به ظرف فامیلا منداخت و فامیلا هم خوش بود هیچ انتقاد نمی کردن و میفهمیدن که مرچ مساله داری این نفر بسیار مزه دار است و اگه یادتان باشه یک نفر موسین دیگه هم در کابل جان خود داشتیم که آش و پنیر میفروخت همه او رو میشناختن همه صدای از او رو میشناختن چی پنیر مزدار رو می آورد در پیش پلازا و پل بامی همیشه اونجا صدا میکرد که آشاوه پنیر آشاوه پنیر و همه میرفتن از او میخریدن برحال آمدیم دوباره سر مرچ مساله دار خود که ما شما با هم میره یک جای میکنیم و حال ما یک قاشق از همین مرچ که او روز پیشتان تو تکدم هم به این مسئله خود اضافه میکنیم ببینید که یه هم اضافه شد شما انواع و اقسام مساله را میبینید که چطور میتونین از مرچ مساله داره که به هر غذا نوع مساله داره مرچ مساله دار فرق میکنه
و بر غذا شما میتونین که امتحان کنین که کدام مزه دانتان است، کدامش و کدامش به کدام غذایتان استفاده کنین. من به مرور زمان به هر پروگرام خود که مناسب بود یک مساله را برتان نشان میتونم که تا شما خوشحال باشین و زو هم امتحان کرده مزیدانتان را پیدا کنین، شاید هم بفهمین. به هر حال ما امروز ببینین مرچ سیاه، پودر سیر، سماق، چارمغز، نمک، مرچ خودم و میده تخمه گشنیچ هم با هم یک جا میکنیم. اینا رو ببینیم که از اینا شما ببینیم که به زودی چی یک مساله آلای جور میشه که بر مایی اگر فکرتان باشه به پروگرام نوروزی ما که من مایی پخته کردم هم مساله مایی را براتان زنده نشان دادم که چی را با چی گت میکنین و از او یک تخمه مساله دار جور میکنین. و همه تا امیاله هم میبینید که چطور یک مرچ مساله داره تهیه کردیم و ایره در یک ظرفه که خوبش مندازیم در روی میزاتان میمانین. اگر کسی خواست استفاده میکنه، اگر کسی نخواست استفاده نمیکنه. حال میخواهیم که درباره همسینفی خود پالوفایل مکتب خود گپ بزنم که شکریه جان قادری که در جمال می نمیشینن یکی از بهترین دانه هاییست که من در زندگی من بسیار اهمیت داره و اون پالوفایل ما تمام وقت در مکتب بود. برای من این هفته هم من از جریان پروگراما دیده بود و برای من در مسنجر مسیج مانده بود که من یاد ما هست که من و عزیزه جان که نفسم هست دالن زندگی میکنه بر تانای سایسا از همه قصه خود کردم. می رفتیم خانه شکری شد و خانه شان در منزله بود، در منزل بالا می رفتیم و می شیشتیم. بعد از این که نان هم می خوردیم شکم سیر، عادت ما بود ما سه تا کلچه نمکی را با چای شیرین زدگی ما بود که می خوردیم و کیف می کردیم و تمام قصه ها را می کردیم و می شیشتیم. ساعت ها با هم بودیم. شکری عزیز، من بسیار خوش هستم که دوباره تو را از طریق مسنجر و از همین فیسبوک تو را پیدا کردیم. نفسم هستی، زندگیم هستی. خداوند آرام و خوش داشته باشی تا با اولادکایت، نواسگکایت، همگی. تو هنوزم در کابل جان عزیز من زندگی میکنی، خوشحال هستم. دوستای عزیز، بسیاری از مسنجر را من یه هفته گرفتم به خاطر نوع برنجا که گفتن که در امریکا کدام خلطه‌های برنج از ما نمیفهمیم که خودت کدام برنج پخته کردی. دفعه گذشته ما برنج مادره که در دو خلطه است، در قسم نسواری و در قسم سفیدش، هر دوش یک برنج است و یک کمپانی است، اما تنها خلطه هاشون فرق میکنه که من دفعه قبلی خود از امی برنج مادر پخته کرده بودم. برنج آب برم بسیار خوشمزه و خوبش است و برنج میهن هم از افغانستان است که او هم بسیار خوبش است. امیدوار هستم که در دکانهای ایرانی، عربی و افغانی این برنج ها را شما به دست بیارید و چندین نوع برنج دیگه مثل زعفران و برنج های دیگه هم است بسمتی که شما باید برنج ها را باز کنین، پخت کنین، امتحان کنین تا برنج دلخواهتان را بتونین که پیدا کنین. تشکر که ما را شنیدین. همچنان یک بیننده دیگه عزیز ما هم درباره قروت گفته بودن که من هر چقدر کوشش میکنم قروت را پیدا نمیتونم، لطفاً امو پاکت قروت را بر من نشان بتین. عزیز گلم، خلطه قوطی قروت آبیست و در دکانهای عربی و ایرانی پیدا میشه، حتی در بوتلای شیشه ای هم در یخچالایشان در دکانهای ایرانی قروت پیدا میشه. اما این قروت بسیار خوب است، در داخلش دو بسته قروت یافت میشه. ببینید دو تقسیم هست که در شما باز میکنین، با آبش هست، با قاشق لط میزنین و آماده مصرف است. امیدوار هستم که شما این را پیدا کرده بتانید. دلبرکای گل ما، عزیزای ما، حال آمدیم در قسمت پروگرامی که شما روزها، ماها و هفته ها انتظارش داشتین. اگر براتون بگویم بسیار خوش میشین، پروگرام عوضی.
که چقدر ایره بر من نشته کده بودین که لطفا عوضی رو پخته کنین. عوضی از هارد جواری پخته میشه و خلطه کلان هارد جواری اینطور معلوم میشه که در دکانهای عربی و ایرانی شما هندی حتی به هندی بعد سوارده میتونین خاطر جمع میتونین که بگیرین. و همچنان لست عوضی موادش اینجا هم وجود داره که شما میبینین. 6 گیلاس آرد جواری، آرد سفید 2 گیلاس، بوره 3 گیلاس، تخم مرغ 6 دانه، مسکه 2 گیلاس برارت خانه، شیر 2% چربی 2% سرپوش آبی 4 گیلاس، ایل 2 قاشق است، بیکن پودر و بیکن سودا هم 1 قاشق، بیکن پودر 1 قاشق است و بیکن سودا 2 قاشق است، چای خوری و رنگ شیرین یا زعفران هم 1 قاشق چای خوری است که شما رنگ دیده موادتان استفاده میکنین، چون که بعضی زعفران ها اصل و بعضی زعفران ها بدل است. زعفران هم به شکل خلطه ای که اوقدر اصل نیست اما بر بعضی دیسندها کار میده وجود داره در بازارا. و رنگ شیرین هم که میشناسین که هنوز هم سوال های رنگ شیرین خلاص نشده. و زعفران هم در این تو قوطی های چوچه اگر از پیش عکاسی شود خوب میشه این تو وجود داره، در دکان های هندی زیادتر پیدا میشه و ایرانی و گاهی هم در کانادا و جای دیگه زعفران به شکل این تو پکیت های پلاستیکی هم فروش میشه که امیدوار هستم شما در یافتن از این مواد دچار مشکلات نشین که ما زعفران به آب جوش انداختیم و چند ساعت پیشتر موندیم که اگر رنگ خود بکشه امیدوار هستم که رنگ عوضی ما را خوبش بکشه. در غیر از او مجبور هستیم از رنگ شیرین خود هم کم استفاده کنیم. حالا اومدیم در قسمت از این که عوضی را چطور جور میکنیم. اول تخمه را 6 دانه تخمه سفیدی و زردیش گرفته در یک ظرف لط میتیم، اینا را با هم میزنیم. بعد از او دو گیلاس مسکه یا روغن هر چیزی که میلتون بود بهش اضافه میکنین. 4 گیلاس شیر هم بهش اضافه میکنین. در این قسمت باید براتون گوشزد کنم که بوره براون شوگر، ما بوره سفید یوز نمی کنیم، بعضی ها درش گرم اندازن و بعضی ها براون شوگر و ما همیشه از براون شوگر کار میگیریم که براون شوگر برای رنگشان کمک میکنه و برای طعم از این بسیار کمک میکنه. و زعفران هم در این اضافه میکنیم ببینیم که چه قسم یک رنگ میکشه. اگر رنگ ما به دلخواه ما نبود میتونیم که رنگ شیرین هم در این اضافه کنیم. اینال آرد جواری را گرفته آرد سفید را بایی علاوه میکنیم. دو قاشق هل، دو قاشق پوره نبود، امتر سودا، بیکن سودا که باید ما در قسمت بیکن سودا براتون بگویم که و بیکن پودر هم یک قاشق. من این قسمت باید براتون یادآور شوم که بیکن سودا هم در اینی پکیت ها وجود داره انواع و اقسامش که شما میتونین برای پخت و پزتان حتی بر درختایتان هم از این بیکن سودا استفاده کنین که هیچ ضرر نداره. همچنان بر پاک کردن دیگ ها و ظرف ها هم میتونین از بیکن سودا کار بگیرین.
اینا را با هم خوب مکس میکنیم و به اون مایه که پیشتر تیار کردیم دو مندازیم و همیشه با هم یک جا تا که میتونین خوب مکس کنین. کسی با ماشین مکس میکنه و کسی با دست، که فکرتان باشه که هر قدری که خوب مکس شوه و مو اندازه عوضیتان خوبش میاید. بعد از این کارد انداختیم، رنگ عوضی خودا میبینیم که چی رنگ کشیده. اگر لازم بود از رنگ شیرین هم کار میگیریم، چون چاره دیگر نداریم برای رنگ عوضی. آهسته آهسته آرده اضافه میکنیم کم کم و ایره با هم مکس میکنیم. و این کار خود چند دوره تکرار میکنیم و حوصله میکنیم و آرده اضافه میکنیم، شور میدیم. ببینید که عوضی دادان امومای کابل هیچ یاد هیچ کس نمیره. این یک چیز بوده که اصلا بسیار یک غذای ارزان و آسان، اما قدر قیمتش چقدر بالا و عالی بود. دان هر امام، دان هر مکتب، پیش چندول، در پیش سرای امریکایی چقدر عوضی بود. مردم از این زندگی میکردن و زندگی فامیلای خود پیش میبردن به یک فروش عوضی. چی یک ملک با برکت داشتیم، چی یک سرزمین شیرین داشتیم که خداوند همیشه نگهدار مردم ما و وطن ما باشد. عزیزای ما ببینین، من این را گد کردم، رنگش تقریبا زرد معلوم میشه. او رنگ دلخواهی را که به آرزو داشتم زعفران ایرانی نداد بر من. و یک کمک، یک گرد واره، ببینید یک گرد واره درش رنگ شیرینم اضافه میکنیم که بتانه که رنگ دلخواهی ما را بر ما بتن. این را لط میزنیم، وقتی که خلاص شد نیم ساعت میبانیم که استراحت کنیم. بینندای عزیز، تا 30 دقیقه که عوضی ما استراحت میکنه، ما از فرصت استفاده کرده. وقت شما رو جای نمیکنیم، میخواییم که کومنت هایتان رو بتید. البته من ای بار 564 کومنت گرفتم که اگر کلش بخوانیم شاو میشه و من میفهمم که شما یه حوصله رو ندارین. از این خاطر من مثل قرعه‌کشی واره یگان دانش میگیرم از هر کسی که برامد. همچنان یک افغان دیگه ما که سان فرانسکو زندگی میکنه، یک دوست بسیار صمیمی ما، بر ما تلفن کرد و قصه یک رستوران افغانی ما را کرد که در شهر کراکت رستوران بنام فور کارنر از یک بچه افغان ماست که پیتزا فروشی میکنه و پیزای بسیار مزه‌دار داره. اسمش مسعود جان ریمیس. اگر شما در اونجا برین و پیتزا بگیرین، بسیار مزه‌دار خواهد بود. سرویسش بسیار عالاست. مسعود جان ریمی در رستوران فور کارنر در شهر کراکت. به هر حال این بود هم درباره سان فرانسیسکو. حالا میایم در خواندن کامنت ها. امین جان از کانادا نوشته کرده که سلام مادر جان، دست شما درد نکنه، بسیار عالی مرچ خانگی شما اشتیای ما را دو چند ساخت، واقعا بویش را در کانادا حس کردیم، واقعا برنامه شما عالی است. وقتی که برنامه شما را تماشا میکنیم تمام خستگی ها و رنج های ما گم میشه. وقتی که برنامه شما شروع میشه همین ما پای تلویزیون نشسته و بسیار شوق و محبت تماشا میکنیم. مادر جان اگر کامنت من لایق خوانش را داشت لطفا یک بار بخوانید. تشکر، طرز صحبت شما را و در زندگی خود کوشش میکنم الگو بگیرم اگر بتوانم. امین جان، بچگک عزیزم، برادرک محترمم، بسیار تشکر از خودت که قدر شوق علاقه به پروگرام مداری و کل فامیل سرجم میشینن و این پروگرام برای تماشا میکنن. این جای بس خوشی برم است. زنده باشی خانه آباد. رویا جان قادری نوشته که شما یک آشپز عالی لایق. یک آن وقت باور کنین من خودم ایران میمانم که چطور بخوانم که من آشپز لایق و خوش سلیقه و با نظافت هستم.
شما همه لطف دارین در قسمت ما، شما همه مهربانی میکنین، از بسیار علاقه و محبت هموطنهای گل مرا میبینین و تعریف میکنین. اما اگر من کومنتتان دوباره پس بخوانم برای خودم خوب معلوم نمیشه، از او خاطر مسعی میکنم که از بعض جملات صرف نظر کنم. نوشته بودین که شما آشپز عالی و خوش سلیقه و با نظافت هستین، خوش به حال فامیلتان که غذاهای خوشمزه را نوش جان میکنه. ناگفته نمونه که تمام ویدیوهای شما را لایک و سابسکرایب کردم، ولی یک کامنت ما را هم نخوندین. شما به هر حال شاد و موفق و صحتمند باشین. رویا جان گل، اینال دیدی که یک دانه کامنت خودت هم ما خواندیم که در دلت نگیری. از نیوجرسی هم یک خانم از تلفن شوهرش که نام شوهرش ادریس جان احمدزی است مسیج مانده و نوشته که همراه خوشو جان خود همیشه برنامه های شما را تماشا میکنیم، کاش که نزدیک میبودیم که از نزدیک میدیدیم. لطفا مسیج مرا اگر امکان داشته بخونید. دست های مادر جانم را میبوسم. بسیار تشکر که همراه شما ویدیوهای مرا تماشا میکنند. همچنان نجلا سرابی هم از نوشته بود که لطفا نام من هم بگیرین در برنامه تان، بسیار خوش میشم. بینندهای گل من باید برتان یک چیز یادآور شوم که صدای پرنده، این سبزی درخت ها، ای همه میوه ها، همه چیزهایی است که خداوند بزرگوار به ما لایق دیده و داده. به درجه اول همیشه سپاسگزار دربار خداوند هستم و میفهمم که خداوند در حق ما بسیار مهربان بوده و بسیار کمک کرده و ما را ای همه پرنده ها، ای همه میوه ها، ای همه انارا، هلوها، همه چیزهایی را که داده همش خلقت خداوند است. خداوند توانایی عزیز داره که هر چیز به مده های خود بده. سلامتی که به ما داده، زندگی که به ما داده، ما سپاسگزار دربار خداوند خود هستیم. همچنان یک بیننده دیگه ما نوشته که کاش همسایت می بودم، کاش عروست می بودم، کاش خواهرت می بودم، کاش برادرت می بودم، کاش خوشویت می بودم، از اقاربت می بودم. مقصد که این قابلی را می آمدم و امرایت می خوردم. اگر یک کست می بودم چقدر خوب می شد. عزیز دلم، از این قابلی کده، از این آرزوهای تو کده، مرا امی سبک مسیج تو بسیار خوشم آمد. زنده و سلامت باشی. کاش که می بودی همسایه ما، کاش که می بودی در سرک ما که من برات از این قابلی صد بار پخته میکردم. آس نشته کده که خودت سمبول زن مدرن افغان در محیط خانه و خانداری هستی. خداوند نگهدارت باشد. همه چیز در برنامه خودت حقیقی، صاف و ساده و خودمانی دیده می شود. مادرم اولیتان را دوست دارد. شما لایق صدها کلمه خوب را دارید. برنامه تان واقعا قابل دیدن و تعریف است. تشکر خواهر گلم که خودت برنامه ناچیز مرا اقدر به چشم خوب میبینی و از دوستی و محبت همه مسیجا را بر من نشته میکنی. عذرا جان 5 سال است، خواسته که من نامش را در برنامه خود بگیرم. دخترک سارا رسول است از فلند. نام خدا حتما غذای افغانی را بسیار خوش داره که پروگرام های افغانی را سعی میکنه و من از عذرا جان بسیار تشکر میکنم قربانت که پروگرام مرا تماشا میکنی. همچنان مادر رحمان جان نشته کده که من مادر رحمان جان هستم از شهر استرالیا. کامنت مرا حتما بخونید. اسم من رخسار نوران است از استرالیا. رخسار نوران، چقدر نام مقبول، نام خدا. تشکر مادر جان از کامنت خودت که مرا یاد کردی. یک بیننده دیگه ما نشته کده که من در روسیه هستم، در مسکو. یه خالی روسی دارم که از من کده زیادتر او پروگرام های خودتا میشینه و تماشا میکنه. هر وقتی که میایم او شیشته و با چقدر دقت پروگرام سعی میکنه. من برش میگم که تو خو نمیفهمی که چی میگه. میگه چرا من کل چیزهایی که میکنه را میفهمم. بسیار تشکر از شما و از این کومنتتان. همچنان یک بیننده دیگه ما از آلند
به نام نوریه جان مرادی نوشته که با وجود کار و زحمت و وظیفه دکتری شکر داره، زن فعال و کارکنم است. بازم نوشته که از طرف های آلند اگه آمدین حتما خانه ما بیاین، خوش میشیم. با وجود که زیاد کار میکند، بازم هیچ برنامه ما را فراموش نمیکنه و بر تمام علاقه تماشا میکنه. تشکر نوریه جان مرادی، بسیار تشکر از شما، لطف دارین، مهربان هستین. اولیا جان صفا نوشته کرده که من اولیا هستم از جرمنی. پروگرام های خوب شما را همیشه میبینم. من و مادر جانم و تمام فامیل ما منتظر برنامه های جدید شما میباشیم. من هم از چندول هستم، دوست دارم با شما صحبت کنم، با هم زیادتر آشنا شیم. عزیزم، مادر کلانم از چندول است. من هم مادر 7 فرزند هستم، 4 پسر و 3 دختر و عروس و نواسه هم دارم. اگر پیام من را در برنامه تون بخونید بسیار خوش می شوم. بسیار زیاد دوستت دارم، شما را همیشه خوش می خواهم باشید. با احترام، خواهر کوچک شما اولیا از جرمنی. تشکر اولیای قندم که پروگرام ما را می بینین. زلشت نبی هم نوشته کرده که نام ما را بگیرین. و همه تا مینا جان از پلوی شهر نیویورک نوشته که حتما وقتی به نیویورک آمدین به دیدن ما بیاین. تشکر. و غذایی را که از ما مخته حتما بر ما پخته میکنه و ما بهترین ها در یوتیوب برش هستیم. تشکر مینا جان قند از پلوی نیویورک. رایلا جان صبری هم از شهر فرایبورگ سوئیس به من مسیج داده و خواسته که در جمله بیننده و علاقمنده اسمش را در برنامه زنده بگیرم. آرزوی خوشی برایش دارم. تشکر رایلا جان صبری. حالا که نیم ساعت ما پوره شده، کاغذ گرفته در ظرف داش انداختیم که مطمئن تر باشیم که نچسبه و این مواد که برای وسی جور کردیم در روی عظیم اندازیم. ببینید، میخواییم که نازکتر پرتیم که بسیار دبل نایه که مثل رود وار میشه، باید بسیار نازکتر از رود بیایه و این را بسیار به دقت سعی میکنیم که بسیار زیاد نپرتیم، اگر نه که مثل رود دبل خواهد شد. بیننده های عزیز گل ما، حالا آمدیم در قسمت از این که حواسیر در داشت بولیم. داشت به درجه 300 روشن کردیم. از ما همیشه داشت ما ضعیفتر از داشت های شماست، بنابراین من مجبور هستم که در 300 بالا میره. شما ممکن است که در کمتر از 300 بونین، یا اگه داشتون گازی مثل ما ضعیف است میتونین هم در 300 بونین. بالا و پایان ماندیم، امیدوار هستم که خوبش بیایه تا ما شما همه احساس خوشی کنیم. البته باید بگویم که وقت عوضی در داشت تا 20 دقیقه الا نیم ساعت پخته میشه، نظر به داشت است. ورکای من حال 20 دقیقه عوضی پوره شد، داشت آواز میکنیم و عوضی را از داشت بیرون میکنیم که ما داخلشم کرده یک چوب امتحان کردم پخته شده بود. این را میمانیم که تا سرد شده و اضافه خودم در داشت میمانم. بیننده های گلیم، من باید برتان یادآور شوم که چون وقت به حال نبود، دیشب من نان تاوگی را خودم پخته کردم و اگر نان تاوگی را علاقه دارین که بفهمین، در پروگرام ساندویچ و گوشت و گوساله نان تاوگی است. همچنان یک بار در پروگرام بیرونم نان تاوگی وجود داره که شما میتونین از او استفاده کنین. حال نان تاوگی خودم میگیریم و تا وسی ما سرد شود. ببینین این مقاومتش خوبتر از برای زیر از این مواد و اگر ترام میشه باعث مزه ما میشه، هیچ خرابی ندارم. در قسمت وسط وسط ما دانه خودم اندازیم.
دورش اگر من ایره با دست خود جور کنم بسیار خوبتر خود بود از این که ایره من با قاشق ها و ظرف ها جور کنم حس آدم خوبتر میتونه یک چیز را مقبولتر جور کنه از این که آدم با قاشق ها و اینا جور کنه من همیشه با دستای خود کار بسیار خوبتر میتونم انجام بدم. ببینین پیاز را که ساعت پیش اخته کرده بودیم بسیار خوبش معلوم میشه و این را دور و دور دانه خود میمانیم. تمام پیشن این غذا به سر همی چیدنش هست و این یک نان بسیار معتبر و بارزش است که در تمام شینی خوری ها، بله ها، بله گفتن ها و نامزاتی ها دستری دیگر در این میز می باشد و شما ارزش از ایره بفامین و ایره اگه یاد بگیرین برتون خالی از مفاد نخواد بود چون همیشه به دردتان می خورد. و همه تو پیاز سفیده که ما هم ایره دو پیازه میگیم پیاز سفیدم در بعض جایکایش در طرفکش میمونیم که نشان بدیم ما پیاز سفیدم استفاده کردیم. خب اینا آمدیم در قسمت گوشت ببینید پیازا را من انداختیم حالا آمدیم در قسمت گوشت که من گوشت را باید نزدیک خود مانم تا دستم درش خوبتر کار کنه و گوشت را در اطراف از این ظرف خود میچینیم و خوبی گوشتی است که کلش لغمه لغمه خرد شده این مجبور نیستیم که امرای گوشت قشتی بگیریم آسان دلای نان ما میایه و امیدواریم که ایره بخوریم. گوشت هم نرم شده بسیار خوب معلوم میشن. باید در دور و دور از این ممنظم این گوشت را تقسیمات کنم. اینال که تو اینی سر را رساندیم حالا سعی میکنیم که از مرچ سیاه استفاده کنیم و مرچ سیاه در یک چیز میز که باید در مرچ سیاه پرتیم و کل مزه از این گوشت سر مرچ سیاه است. همینطور کمی سبزی را استفاده میکنیم در کنج و کنارش میمانیم بدون از این که کلشه تیت پره کنیم امرای سبزی فقط در چند قسمتش بگذاریم بر از این که خوب معلوم شوه. همینطور دست خود باید مفکش کنم که مرچه ها را دست میزنم. مرچه ها و لیمو ها را هم در قسمت وسطیش میمانیم. همه تو لیمو داریم که در اطراف بشقاب خود اینا را میچینیم. برای حتما امرای گوشت و گساله لیمو تاثیر خوب داره که آدم باید بخوره برای از اینکه چربی گوشت و گساله یک کمک زیادتر است و همی لیمو کمک میکنه برای صفرا و چربی و کلسترول و اینا یکم چیز خود نمیکنه اما یکم کمک میکنه. تنها خوب است که اگر ایرم بانی و مرچ های تازه سبز بسیار درشت آلا را که من از دکان ایندی خریدیم ای هم در چیره دو پیازه ما تاثیر بسیار داره که ایره هم در این کنچ میگذاریم. بینندای عزیز برای توت کردن عوضی باید شما یک کارد اینه تو که بسیار نوکش نازک باشه و خودش هم بسیار تیز باشه کار دارین و اگر میخواین بسیار درست و اصولی کارتان بیایه و کلگی خوش کنن مثل کابل واره عوضی را به توت کردنش یک شکل بود که کلگی خوش داشت و وسیله تو توته می شد که من تو توته کردن شو براتون یاد میتم که تو شما بفهمین اگر کج و وج توته کنین امو وسیتان به حساب بدر میره و کلش توته می شه و اگر کاردتون کن باشه هم فکرتون باشه که وسی پرچه پرچه می شه باید کل کمال در کارد است و در خطکش است که در روش می گیرین که وسی تک تک نشه و همه طور که مثل که در سر تونگا در کابل جان ما او را می دیدین همین جا هم ما همه طور تهیه کنیم و این را بعد از اینکه توته کردیم
همراه یک قاشق بسیار نازک، ما این که برای کیک است، برای روی کیک است که روی کیک مواد و اینا را درش میمانند، این خوب با آرامی داخل میکنیم. همین دانه اولش کمک مشکل است کشیدنش، چون که دال که خوب پخته شده خوب شامز بنده میخوایم که تک تک شوه و مو مقبولی عوضی اخلال شوه. بنابراین میخوایم سعی کنید، میخوایم که بوده بسیار فکس راست و مقبول براتون بکشم. پشتش هم ببینید که لبا و اینایش هم بسیار پخته شده و این وقتی که در ظرف بونین هم احساس میکنیم، حتی رنگش ببینین وقتی که براون شوگر یا بوره سرخ انداختین رنگش اولمو رنگ را میکشه که عوضی کابل ما داشت. از خاطر اینمی ریسپت شما تعقیب کنین، ببینین هیچ غلطی و هیچ خرابی در کار دیده نمیشه. شما میتونین که ایره اینمت رو ادامه بدین و هر دانش ها به اینمت رو ایتیاتی که من کار میکنم به من تو ایتیات انجام بدین، هیچ چیز نمیشه. دلبرکای من ببینین به میماندگی من میارزه که من تانستم برای شما او عوضی که قارزو داشتین که حتما باید عوضی داشته باشین و خودتان پخته کنین. همچنان دو پیازه را که حال فصل گرمی است و وقت است که شما میتونین دیگرانه برستی های دیگرتون ضرورت دارین، از او خاطر دو غذای مناسب فصل برتون متعیه کردم که امیدوار استم که بسیار خوشتان آمده باشه و مثل قبلی ایره هم تماشا کنین و کومنت نشته کنین و به ما دوستای و آشنایا و فامیلایتان اول بتین که نتی یک ویدیو ها سعی کنین که من خبر دارم. همه شما عزیزا، همه شما توتاهای جگر ما که بر ما فعالیت کردین و کوشش کردین و به همه ویدیوهای من روان کردین باعث افتخارم هستین. هی کار تنهای من نیست، کار دست جمعی همه خانم هاست، همه آقایان و پسرها و بچه ها و برادرهای گلم که 41% نفرایی که من را مسید نشته میکنن و بیننده هستن مردا، برادرها، پسرها و برادرها و پدرهای گل ماستن که ما با بودنشان، با گرمیشان که همراه ما همکاری و همدردی میکنن، همراهی میکنن، بسیار خوشنود و راضیستم. خداوند عالم براتان عوض بته، خداوند عالم خوشحالی، آرامی، صفا، صمیمیت در فامیلایتان زیادتر کنن و اتفاق داشته باشین که بتونین غذا را با خوشی و آرامی دور هم بخورین. غذای امروز ما هم همی عوضی بود که من براتون نشان دادم. اگر سعی کنم که براتون عوضی را نشان بتم که پشتش هم پخته شده، پیشش هم و وقت هم توته کنین میبینین که واقعا رنگ و همو اندازه عوضی کابل ما را داره. خودتان اطراف میکنین که من راست میگم، خودتان میفهمین که من چقدر راست گفتم و وقتی که ایره خودتان پخته کنین و در خانه ببینین که چقدر درست میآید و چقدر مزه‌دار است، به یقین اعتراف میکنین و بر من مسج میشته میکنین. و همینطور دو پیازه که برای هر وقت زمانتان کار میه، گوشت ها نرم شده. اگر گوشت ها را هم شما به اندازه لغمه ها توته کنین هم زود پخته میشه، هم مقبول معلوم میشه از دانه های کلان کرده و هم آسان در لغمه هایتان میآید. و این چیز است که من از تجربه خود براتون میگم. امیدوار هستم که شما این کار بکنین و خوشنود باشین و بسیار مرا بسیار بسیار خوش ساختین از این پروگرام قابلی. هیچ انتظار نداشتم اما شما بسیار مرا اپی ساختین. ببینید این لغمگه که من برای کی میگیرم؟ برای کسایی که بیننده پروگرام ماستن. البته هم معلوم دار که اگه شنیچک هم سرش مندازیم و یک توتی از لیمور هم سرش یک قچار میتیم، این لیمو هم خوب هستن که او ازشان میایم و به این ماندگی که من دارم، به این حالتی که من دارم و گرمی هم زیاد است، از پشت گردنم عرق میریزه، اما من به چی خوشنودی
با چی خوشحالی و با چی انرژی این کار بر شما انجام دادم. و میفهمم که شما قدر و قیمت زحمات مرا میدانین و ما به سر چشم همه چیز به گفت شما میکنم و براتون تهیه میکنم. این لقمه را من نوش جان میکنم. گرچه که در پیش کامره خوردن بسیار آدم خار میبینم، یعنی احساس آرومی نمی کنم، اما براتون بگویم که چنان نرم شده. مزه پیاز همراهش، همراه دالنخات و لیمو، یک مزه را ساخته که براتون چی بگویم. هم یک دلم میشه که هم نان خودم دمی مقدار آبی که از شیوا باقی مانده، از شیوا میگم از دو پیازه باقی مانده، تر کنم و با این پیازا بشینم و همینطور لغمه های جانانه کابلی خدا بزنم، همینطور چارزانو در این زمین بشینم و لغمه بزنم. به مو اندازه گشنه شدیم و اشتها و نان دارم. از همه گذاشته میخوایم که یک توتا از این حوثی هم بخورم تا براتون یک خاطر جمعی دگام بتام. خاطرم جمع است، خاطر خودم جمع است که حتما ایره خوش میکنین، امتحان کنین، برین طرف آشپزخانهایتان، آرد جواری رو بگیرین با بوره سرخ و بیکن پودر و بیکن سودا و شیر و روغن یا مسکه شروع کنین. من این گلاس چای میخورم که بسیار مانده استم. شما را به او الله پاک، به او خداوندی که ما را هست کنه و نیست میکنه و همه چیزا به اختیار از اوست و ما سر تسلیم برش داریم، شما را به مو خدا می سپارم. پناهتان به خدا، خدا یار و مددگارتان.